عزیز، ایشون گفتن درباره شیخ آصف. ببینید شیخ آصف چی میگه. کلثوم میشه بگه ام کلثوم به طور غیر مشروع رفت با شوهرش چرا صدا پاید؟ یلا 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 من از اول بذارم. خاطر ترس ببین چی میگه شیخ آصف. یا درباره ام کلثوم میشه که بگیم ام کلثوم به طور غیر مشروع رفت با شوهرش آمیزش کرد، ام عدلت علی ترس داشت و مجبور شد که بده. ما و شما حاضر میشیم که دختر خود به امیش به خاطر ترس بدیم که یک نفر و بفهمیم که او نکاح باطله و او میرد مثلا زنا میکنه و ما بخواهیم دختر خود بدیم به او. ما و شما همی کار میکنیم که به علی ای گمان بد کنیم. یک کمی بیشتر تاریخ فکر کنیم، واقعیت هایش فکر کنیم. دیشب یکی از برادرها اشکال میکرد که پس بونی الاسلام و علی خمس او چی کار میشه؟ از صلات و صوم و زکات و حج و الولایه و من نودیه بشه این که من نودیه فی الولایه. ای در اینترنت هم به ما گفتن امسال ماه رمضان بین شیعه و سنی اختلاف بوده، من ندیدم. ای جوابش اینه که این سرینیه. ولایت دو معنی داره، یک ولایت به معنی دوستی میاد، یکی به معنی رهبری و به معنی زمامداری میاد. خب اینه که در اینجا آمده ممکنه که این محبت باشه. آل سنت در کتابای خودشان یکی از اونها عبدالعزیز دهلوی که کتاب توفه اثنا عشری را نوشت و بزرگترین استدلالا را او کرد بر بطلان مذهب شیعه، او خودش اقرار میکنه، میگه محبت اهل و بیت پیغمبر بل اجماع و اجماع اهل سنت واجبه. خب دوستان عزیز بیننده، این ملعون محسنی هست که در این سخنرانی این در سال 84 ده سال پیش در قم ایراد کرده، در قم. حالا در کابل این چی خزعبلات میگه اون بمانه سر جای خودش. دو مطلب در اینجا تصریح داره. یکی ازدواج ام کلثوم سلام الله علیه که میگه آیا شما حاضر هستید دخترتان را به خاطر ترس به یک منافق بدید و میدانید که ازدواج با او باطله؟ خب خود شما این کار را که نمیکنید چطور این را به امیرالمؤمنین علیه السلام بله نسبت میدید؟ و او منظورش از این چیه؟ منظورش از اینه که عمر منافق نیست. منظورش اینه که عمر منافق نیست. این عین استدلال شبکه کلمه شبکه وصاله که خب بله چطور امکان داره امیرالمؤمنین علیه السلام دامادش عمر باشه و عمر منافق باشه؟ امکان دختر داده پس حتما با او خیلی خوب بوده. این یکی. استدلال دومش اینه که یک کسی ازش پرسیده که بنی الاسلام علی خمس، صلات و صوم و زکات و حج و ولایه و ما نودیه به شیء که ما نودیه بالولایه، میگه اینجا منظور ولایت دوستیه. نص کلامش شنیدی دیگر بینندگان محترم، ولایت دوستیه و جماعت و مریم اهل بیت علیهم السلام را حتی محدث دهلوی که ناصبی است و درست دشمن اهل بیت علیهم السلام کتابش نوشته بر علیه شیعه تحفه اثنا عشریه و اهل بیت علیهم السلام را گفته دوست داره. بعد چیزایی میگه دوستان عزیز، بعد ببینید چی میگه. در اسلام شرطه، لذا ناصبی را تکفیر میکنیم که او مخالف ضروری اسلام رفته. اما این ولایت به معنای زمامداری نیه. ائمه با حال سنت رفتار داشتن، همکاری میکردن. ای در افتاد جا الان شاید مبالغه باشه، ده جا اگر خلیفه ثانی گفته که لولا علی لهلک عمر، ای از ای کشف گذشته دیم که از علم علی به فقه و به دین کشف میکنه، از ایک از همکاری امیر المومنین با خلفا از او کشف و حکایت میکنه. میرفت اونا رو جلوگیری میکرد، مسائل به اونا میگفت. اینا هم همکاری بوده که علی با اونا در راستای تقویه اسلامی داشته. همین خانمی که امام چهارم گرفته بود تا خبر بود. بینندگان محترم، این بعد میگوید که این دوستی بوده بین امیرالمؤمنین علیه السلام و خلفا و امیرالمؤمنین علیه السلام با اونها همواره همکاری داشته، عین حرفای جماعت عمریه، جماعت ابن تیمیه. اما بینندگان محترم، ازدواج ام کلثوم سلام الله علیها که این نص روایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام
و این ملعون روایات اهل بیت علیه السلام را اصلا قبول ندارد که این ازدواج بالقهر بوده و بالجبر بوده و بالاجبار بوده و اون را ما برای شما نشان دادیم. و بله ایشون میگه که شما حاضر هستید که دخترتان را به یک منافق بدهید، که این را به امیر المؤمنین علیه السلام نسبت میدید؟ بله اگر جای خانواده شما در خطر باشه. اغلب مردم دختر میدن به منافق، اغلب مردم دختر میدهند بر منافق. بله تازه این مسئله درباره امیرالمؤمنین علیه السلام هم که روایت شده، امیرالمؤمنین علیه السلام دخترم نداد، تازه یک جنیه را امر کرده که به صورت ام کلثوم در آمده با عمر ازدواج کرده. این مطلب بینندگان محترم در کتاب شریف کافی در کتاب النکاح اینجا موجوده و من بارها برای شما نشان دادم این مطلب را. این باب تسویج ام کلثوم که الفروع من الکافی، بله مرحوم کلینی جزء خامس الفروع من الكافي تزويج ام كلثوم. عن ابي عبد الله عليه السلام في تزويج ام كلثوم فقال ان ذلك فرج غصبناه، صريح كلام امير المؤمنين عليه السلام كين ازدواج غصب بيش، كلام امام صادق عليه السلام كين ازدواج غصب بود يعني بزور بود. روايه الدوم همينه ك بله عمر رب بيشه امیر المؤمنین علیه السلام که ام کلثوم را به عقد من درآور. امیر المؤمنین علیه السلام به عباس گفت که به من نداد، امیر المؤمنین علیه السلام به او دختر نداد، پیش عباس رفت، عباس عموی امیر المؤمنین علیه السلام، و گفت که برادرزاده تو به من دختر نداده، من میایم بلا بر سر شما بنی هاشم میآورم. چه کار میکنم؟ چاه زمزم را که در دست بنی هاشم بود او را از بین میبرم و تمام باغستان های شما، تمام تجارتی که دارید، هر چیزی که خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله فرزندان عبدالمطلب علیه السلام دارن، همه اینا را از دست اینا میگیرم، بیچاره بیچارتان میکنم و دو تا شاهدم میارن که ایشان دزدیده، دستشان به اتهام دزدی قطع میکنم. بله اینجا اگر با من دختر ندید. بعد عباس آمد پیش امیرالمؤمنین علیه السلام و گفت که این چنین عمر میگه، همه ما بیچاره میشیم، در بدر میشیم، خاک به سر میشیم. یک بله یک این جریان کربلا نه تنها بر امام حسین علیه السلام بلکه بر تمام بنی هاشم در مکه قرار اتفاق بیفته، در مدینه باید، در مدینه و در مکه باید تکرار، باید اتفاق بیفته. امیرالمؤمنین علیه السلام امور را گذاشت به عباس و عباس بود که این ازدواج را متعهد شد که به جا بیاورد. و بعدش هم که امیرالمؤمنین علیه السلام در روایت دیگر که یک جنیه را امر کرد که به صورت اون دختر در بیاید و پیش عمر برود، و اصلا اون دختر پیش عمر نرفت و امیرالمؤمنین علیه السلام ام کلثوم را پنهان کرد. خب این واضح و آشکار از روایات شیعه است. این آمده مانند عمریه که هیچ دلیل دیگر نیافتند که ایمان عمر را ثابت بکنن، از این طریق آمده که ایمان عمر را ثابت بکنه و شما نص کلامش را دیدید بینندگان عزیز. کلام دومش بینندگان محترم در باب چیه؟ ولایت که مانودیه بشیء انت مانود یا بالولایه، میگه این روایت به معنای دوستیه نه به معنای زمامداری. نص کلمات این ملعون را دیدید، این بزرگترین مرجع در افغانستان، این که وقتی ایران میاد پیش آقای وحید خراسانی میره، آقای وحید خراسانی باش میشینه باش گپ گپک میکنه و میخنده، پیش سیستانی میره، سیستانی هم باش گپ گپک میکنه و میخنده، بلکه سیستانی بهش پول خیلی زیاد میده. من براتون عکساش نشان بدم دوستان عزیز که داماد آقای سیستانی با این ملعون چطور بهش پول برده. در همین کابل میره به پولای زیاد زده بود و بله حالا من اول اینو براتون نشان میدم بینندگان عزیز. عفوا ببخشید خیلی عذر میخوام. این حدیث درباره ولایت اول براتون نشان میدم، بعد من این وبسایت چی رو براتون نشان میدم، عکسای شهرستانی رو با این ملو.
عذر میخوام بینندگان عزیز، این عکس ها پیدا کردنش بعض وقتا شما آماده نبودن. دوستان عزیز، الاصول من الکافی در کتاب کلینی جزء ثانی صفحه 18، دعائم الاسلام یعنی ارکان اسلام. ارکان اسلام چیه؟ بنی الاسلام علی خمس، بر پنج چیز، بله، علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة و لم ینادى بشیء کما نودی بالولایة. پنج، اسلام بر پنج چیز بنا شده، بله، زکات و صلات و زکات و روزه و حج و ولایت، و هیچ چیزی مانند به اهمیت ولایت نیست. این ملعون میگه این ولایت زمامداری نیست. دوستان عزیز بیننده، بله، به عنوان زمامداری نیست، خب، بلکه به عنوان دوستی و محبت. بینندگان محترم، حالا من اینجا نشان بدم که اینجا ائمه علیهم السلام تصریح کرده که این ولایت اینجا، و چندین روایت اینجا موجوده که این ولایت منظور ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، ولایت در عید غدیره. از کتاب الایمان و الکفر همینجا صفحه 21 در همین باب حدیث نهم، بله، قلت لابی عبدالله علیه السلام حدثنی عما بنیت علیه دعائم الاسلام. دعائم اسلام چی چیزیه؟ بله، امام علیه السلام فرمودن دعائم اسلام اینا شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الاقرار بما جاء به من عند الله و حق في الاموال من الزکاه و الولایت التي امر الله عز و جل بها ولایت آل محمد علیهم السلام، و ولایتی که خدا امر کرده درباره اهل بیت علیهم السلام. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من مات ولا يعرف امامه مات میتة جاهلیه. هر کسی که از دنیا بمیرد و امامش را نشناسد مرگ جاهلیت مرده. این ولایت به معنای دوستیه حرام زاده محسنی. خب بلا شک و بلا ریب این مفعوله، این از کوچکی، بله، و این ملعون، بله، مشکل دیگری دارد که این حرفا را میزنه. من مات ولا یعرف امامه مات میتة جاهلیه. قال الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. فكان علي عليه السلام ثم صار من بعده حسن الى ثم من بعده حسين بعد علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم هكذا يكون الامر. ان الارض لا تصلح الا بامام، ومن مات ولا يعرف امامه هو مات ميته جاهليه. واحوج ما يكون احدكم الى معرفته اذا بلغت نفسه ها هنا. خب بینندگان، و اینجا چندین حدیث دیگری که حالا من یک کمی فرصت میخواد که اینا رو یکی یکی بخونم برای شما استخراج کنم، که تصریح خب واضح و آشکاره. اصلا دوستان عزیز، ولایت اصلا کلام شیعه امینه که ولایت منظور، وقتی که ما میگیم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، ولایت به معنای دوستی نیست، ولایت به معنای آقایی و سرداریه. این ملعون علنا آمده در قم سخنرانی میکنه، و اونجا چند تا طلاب بی سواد افغانی همیشه در قم موجودن. اینا عموما هم بی سوادن، اینطوری نیست که طلاب علا بقیه طلاب با سواد باشه در قم. عموما طلاب قم چی ایرانی چی افغانی، اون فضلایی که 20 سال درس خارج رفتن، همگی اینا عموما همگی از لحاظ سواد التماس دعا هستن. خب این ولد الزنا هر بار که قم میاد یک چند تا از این حرامزاده ها دور اینو میگیره که این بیاد براشون سخنرانی بکنه. این ولد الزنا میاد اونجا سخنرانی میکنه و چی کفریاتی را این ملعون میگوید در قم. این تازه سخنان، این در قم وقتی که این کفریات را بگوید که اونجا عش آل محمد علیه السلام، این حرامزاده وقتی که کابل میرد با مردم اونجا چی میگوید؟ خود شما توقع بکنید دوستان عزیز. بعد هر ماه 50000 دلار آقای سیستانی به این میده، هر ماه 50000 دلار به این میده حد سیستانی. راه خدا اینه. اما عکس داماد سیستانی با این ملعون ببینید دوستان عزیز، عکساش خیلی زیاده. اگر شما ببینید جواد شهرستانی با این پسر محسنی در اینترنت عکساش خیلی زیاده. الان بهتون نشون میدم. اینو دوستان عزیز ببین، بله، حجت الاسلام شهرستانی از حوزه مرکزی قائم النبیین صلی الله علیه و آله در کابل دیدار کرد. اینه محسنی، اینه شهرستانی.
حالا شاید اکثر دیگه هم باشه پایین شده. این کجا کسی بودن سخنان؟ اینه محسنی با شهرستانی، یا خنزیر با خنزیر دیگر، خنزیر با خنزیر روبازی کنین هر رمزاده ها، این خنزیر دیگر با خنزیر دیگر، ببین دو تا خنزیر قیافه شان به این قیافه خنزیر. این دخترای شیعه را بردن اینجا که به مثلا بینا این مولوی عمری را مورد که مولوی عمری هم برای سخنرانی کنه، ببین اینا خنزیر دیگر. اینجا بیچاره شیعیان بیچاره از دین چیز بلد که نیستن، میگن نماینده تام الاختیار سیستانی آمده بریم دین یاد بگیریم، او خودمون ملعون منحرف، خود سیستانی هم چندان دین و ایمانش معلوم نیست که بعد عقیدش درست باشه. ببین این جواد شهرستانی رفته پیش محقق اینجا در این حوزه، اینا طلاب دخترم که هست اینجا متاسفم، این بدترین خیانته که دختر بره طلبه بشه. این یادتان باشه مردم، دختر که طلبه شد، پسر که طلبه میشه بد عقیده میشه، فاسد میشه. دختر که بر دیگه او نه به درد دنیا میخوره نه به درد دین میخوره. یادتان باشه دختراتان رو نفرستید طلبه بشه، دختر را هرگز نفرستید، پسرم نفرستید که طلبه بشه. پسرم طلبه شد میره بسیجی ولی شیطان میشه. حالا دختر که خیلی بدتره دیگر، اون که بره حزب اللهی بشه. بله اینه، اینه شهرستانی، اینه شهرستانی رفته حوزه اینا. خب دوستان عزیز بینید، نص کلمات این ملعون را شما علمین الان شنیدید. حالا به خاطر اهمیت این مطلب کلام آقای محسنی را یک بار دیگه طلبه های قوم هم گوششان جمع باشد و چقدر بله و اینقدر کفر دنیا را فرا گرفته. بینندگان عزیز اینقدر بیدینی دنیا را فرا گرفته. امین حرف آقای محسنی را مثلا اگر 90 سال پیش بود، 100 سال پیش بود، اگر این حرف مثلا محسنی همچین حرفی می گفت، این حرف سندش به دست علما می رسید، همه گیر را تفسیق می کردن، می گنن فاسق متعون، مردم از او دور بود، او اصلا دیگر ساقط می شد، دیگر کسی حرفی او را گوش نمی کرد. سابق این چنین بود، الان دیگر اصلا پروایش نیست. یعنی واقعا این که واضح انحرافش که حرفی نداره. کتابش را ببینید، شریعت البحار او را ببینید، کتابهای دیگری نوشته، در تقریب بین مذاهب نوشته، حرفایی دارد که شاخدار همگیش، انکار امامت ائمه علیهم السلام، انکار عصمت ائمه علیهم السلام، این ملعون نوشته. اصلا جنایتی که این به حق شیعه کرده، کتاب مشریعت البحار، این چنین جنایت در تاریخ تشیع سابقه نداره. این چنین یک آدم جاهل، یک آدم نادان که معروف شده با آیت الله آمده جنایت کرده، احادیث این حدیث ضعیف، این حدیث اصلا این حدیث بلد نیست، این ملعون، این اصلا این که روایت چه روایت تصحیح می شود چه روایت ضعیف هست، اینا اصلا از کوچهش نگذشته، این ملعون، این دروغه که می گوین این علم رجال بلده، بلد نیست. خلاصه بینندگان محترم، جنایتی که این کرده به حق تشیع در تاریخ تشیع اصلا سابقه ندارد و والله این را عرض میکنم، اغلب مردم اینو خبر نداره. بخاطر چرا؟ بخاطر کتاب او عربیه، کسی نمیفهمه، فقط طلبه ها میتونن بخونن. این ملعون، اگر این مثلا کسی این چنین بود 90 سال پیش بود، 100 سال پیش بود، اگر یک عالمی همچین انحراف از او ظاهر میشد، همه گروه تکفیر میکردن، دیگر نمیتونست بین شیعه زندگی بکنه، باید میرفت یک جا گمنام میشد تا کسی او را نشناسه. اما فعلا این چنین، چون کفر دنیا را گرفته، خدا شاهده الان که من اعلام کردم، بله مثلا من وبسایت آقای سیستانی مطالب کفرآمیز پیدا کردم، باید تا نشان دادم، آقای سیستانی اون رو حذف میکنه، اصلا پرواش نداره، چون میدونه که این شیعیان اینا چیان، اینا آبر بانکن، ATM ماشینن، اینا به جهنم، مادامی که پول میآید اصلا وبسایتش مطالب کفرآمیز داره، کفرآمیز نه کفرآمیز، کفرآمیز نه کفرآمیز، هیچ فرقی ندارد برای اینها. الان شب این چینی نوی، این محسنی را شما باید کفرش ثابت کنید، فسقش را فاسد کنید، بندازه سر سوزن. این چینین دنیا را کفر گرفته. بینندگان است که اصلا ایمان و کفر برای علمای شیعه، برای طلاب شیعه اصلا هیچ گویا اصلا انگار نه انگار، اصلا انگار نه انگار، اصلا هیچ پروایی نداره. به و بله این که او را ترک بکنن، اون که اومد متروک بشه و نه 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 نه، یا سیستانی دستش از حمایت او بکشه، ابدا، اصلا سیستانی که حمایت میکنه از او به خاطر همین عقایدش حمایت میکنه، و الا روحانی دیگر که زیاده در افغانستان کم، مگر دیگر روحانی اصلا حمایت که میکنه به خاطر همین پدر سوختگی ولد و زناییش میکنه. دوستان عزیز دیگر فسق اینقدر زیاده،
شما دیدید کلماتش را من برای شما نشان، اینا که من درست که نکردم، در اینترنت یوتیوب موجوده، خودتان ببینید. سخنرانی محسنی در سال 84 در قم. حالا یک وقتی ما مفصلتر پیرامون حرفا این صحبت کنیم انشاءالله.